ما بریم برلین همراه بشیم با علی حسن‌پور. علی، دیدیم در فرانکفورت تجمع بزرگی برگزار شده، ایرانی ها اونجا هستن و دارن اعتراض خودشون رو به این شکل به این رای گیری در ایران نشون میدن. اوضاع در برلین چطوره و چه خبره؟ خب همونطور که تخمینا هم اشاره کرد، رای گیری در آلمان در شهرهای مختلف داره برگزار میشه، برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ. اما برلین به عنوان پایتخت آلمان، به عنوان یکی از مهمترین مراکز رای گیری شناخته میشه که در حال حاضر شاهد تجمع تعداد زیادی از معترضین هست که اونها هم با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان میرسونن. در حال حاضر ما شاهد تجمع معترضانی هستیم که از ساعت حدود 12 ظهر به وقت محلی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند تا اعتراض خودشون رو به برگزاری این انتخابات اعلام کنند. خب این تظاهرات توسط جمعی از پادشاهی خواهان برنامه‌ریزی شده و معترضان در اینجا در واقع با شعارها و پلاکارتهایی که در دست دارن این انتخابات رو انتصابی از سوی رهبر جمهوری اسلامی میدونن و اون رو تحریم میکنن. باید به این موضوع اشاره کنم که این تجمع در شرایطی برگزار میشه که فضای انتخابات در ایران با بحث‌ها و اختلافات فراوانی همراه هست و بسیاری از مخالفان سیاسی و همچنین افرادی که فعال حقوق بشر هستن، از جمله همین معترضین که در برلین هستن، انتخابات رو غیر دموکراتیک و نمایشی میدونن. حضور گسترده معترضین چه در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی چه در سراسر جهان، ما امروز شاهد تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای مختلف جهان بودیم، نشون میده نارضایتی ها شدت بخشیده شده و بخشی از جامعه ایرانی ها در خارج از کشور از روند انتخابات و وضعیت سیاسی در ایران راضی نیستن. اما اینجا نیک جعفرزاده در کنار من هست، برگزار کننده این مراسم، و دوست دارم از ایشون بپرسم که هدفتون از این تجمع امروز چیه و در واقع تجمع امروز قرار هستش که چه پیامی به مقامات جمهوری اسلامی و همچنین جامعه جهانی برسونه. با درود به شما و بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، ما امروز فقط نه برلین، تمام شهرهای دیگه کشورهای دیگه هم هستن، بچهای پادشاهی که در جریانش هستید، ثابت کنیم که اینجا چند تا مسئله مهم رخ داده که مردم ایران هم باید بدونن. یکی این که اینا میخوان بگن که برون مرز میان رأی میدن، در صورتی که ما بسیاری رو دیدیم لبنانی هن، اصلا ایرانی نیستن، بنا پاس نمیدونم گذرنامه ایرانی دادن که برن تو، یا حالا عمدن یا غیره بتونن رأی بدن، بگن که بله ما بازدید کننده زیاد داریم. ما هم بلنگو اعلام کردیم که اصلا اینا ایرانی نیستن، واقعا طرز حجابشون که خانمهاشون هم رو سری مدن معلومه اینا از لبنان و جای دیگه اومدن. این سیرک انتصاباتی یا انتخابات هر چی بخوایم اسمش بذاریم، مردم ایران ما میدونیم شرکت نمیکنن. تو ایران هم به شکل همینجا که لبنانی ها رو آوردن که بخوان ثابت بکنن رفتن توی سفارت بخوان رای بدن، تو ایران هم خود میدونی یه عالم مهاجر آوردن از این ور، شیعیان پاکستان و افغانستان و جای دیگه که بتونن یه جمعیتی نشون بدن، چون میدونن مردم اصلا شرکت نمیکنن، مردم کمپلت دیگه براشون منتفی این جریان انتصابات جمهوری اسلامی، سیرکی که خامنه‌ای به راه انداخته. باید کلیت نظام چه اصلاح طلب اصولگرا دیگه مردم گفتن. مرسی مرسی از شما آقای نیک جعفرزاده. این نکته رو بگم که تظاهرات امروز که همین تظاهرات اولین آخرین نخواهد بود و علاوه بر این تجمعات که گفتم قرار هستش که تا ساعت 14 به وقت محلی ادامه داشته باشه، تظاهرات دیگه ای هم از سوی گروه‌های مختلف از جمله گروه اکو ایران و همچنین یک تظاهراتی که توسط کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین قرار هست انجام بشه که از ساعت 16 به وقت محلی این تجمعات قرار اینجا شکل بگیرن. سپاس بسیار از هر دوی شما، همکارانم تخمین رستمی و علی حسن‌پور که از دو شهر آلمان، فرانکفورت و برلین و مقابل یکی از مراکز اخذ رأی در این کشور همراه ما.